بازنشستگان رو باید به دریا بریزیم. اونها جز بار اضافی برای ما حاصلی ندارن. این بخشی از صحبت‌های منتسب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور بود که مازیار لرستانی واکنش عجیبی به این موضوع داشته و به مخبر حرف‌های وحشتناکی رو بیان کرده. در ادامه به این موضوع جنجالی میپردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. بازنشسته ها در ایران در یک سال گذشته به طور منظم برای اعتراض به خیابان اومدن. اما دولت ابراهیم رئیسی هنوز برای رسیدگی به اعتراض اونها راه حلی ارائه نکرده. به نوشته خبرگزاری ایلنا دلیل اعتراض هفتگی بازنشستگان که هر یک شنبه در برابر سازمان تأمین اجتماعی انجام میشه وضعیت بحرانی معیشته. این خبرگزاری نوشته که دریافتی بازنشستگان یک سوم خط فقره. اعتراض بازنشسته ها یکی از دلایل برکناری وزیر کار در سال گذشته اعلام شد. در پی همین اعتراض ها بود که پارسال دولت 900 هزار تومان به حقوق بازنشسته ها اضافه کرد، ولی این تحولات هم سبب توقف اعتراض ها نشد. پیشتر جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس گفته بود آقای دولت، حواست هست بازنشسته شما 7 الی 8 میلیون حقوق دریافت میکنه و با داشتن چند فرزند و نوه این حقوق تا روز دهم ماه کفاف زندگی اون رو نمیده. ولی حتی اگه حواس آقای دولت جمع هم باشه، به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، فعلا حل مشکلات بازنشسته ها در اولویت دولت پر از دردسرهای اقتصادی 13 قرار نداره. با وجود این شرایط دشوار معیشتی و بر اساس برنامه 7 توسعه قرار سن بازنشستگی به شکل پلکانی تا پایان برنامه افزایش پیدا کنه. اگه برنامه 7 از همین لحظه اجرا بشه، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید 6 دیگه هم کار کنه و حق بیمه بپردازه تا بازنشست بشه. در سال آینده فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید 1 دیگه کار کنه. 2 دیگه افراد در سن بازنشستگی باید 1.5 و 3 دیگه باید 2 بیشتر کار کنن. به عبارتی در یک دوره 5 و به تدریج سن بازنشستگی 2.5 افزایش پیدا میکنه. طرح افزایش سن بازنشستگی در برنامه 7 در شرایطی مطرح شده که طی ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره بحران در صندوق بازنشستگان مطرح میشد. بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد در این خصوص هشدار دادند که با ورود نسل دهه 50 و دهه 60 به سن بازنشستگی، دولت نیازمند نوعی چاره‌جویی برای پیشگیری از فاجعه در صندوق بازنشستگی کشوریه. اکنون مسئله اینه که آیا طرح افزایش سن بازنشستگی میتونه منجر به حل مشکلات بشه؟ این طرح چه تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت؟ این طرح منتهی به نتایج مثبت خواهد شد یا دردسرهای جدیدی ایجاد خواهد کرد؟ دولت با سوء تدبیرهایی که به خرج داده و تحریمهایی که بردوش داره دچار کمبود درآمده و به هر روشی متوسل میشه تا درآمدی کسب کنه. صندوق‌های بازنشستگی کشور هم شدیداً درگیر بحران هستند. متأسفانه توی کشور ما اصل بر شایسته سالاری نیست و در نتیجه مدیران و کارمندان بر اساس معیارهای سیاسی انتخاب میشن. صندوق‌های بازنشستگی در 3 اخیر به درستی اداره نشده و پول کارمندانی که ذخیره میشه تا در دوره بازنشستگی استفاده کنن به خوبی مورد سرمایه گذاری و استفاده قرار نگرفته. در نتیجه همکنون دولت به صندوق‌ها کمک میکنه. هرچه افراد بیشتر کار کنند، درآمدشون افزایش پیدا میکنه و هرچی سن اونها کمتر باشه، درآمد هم کمتره. در شرایط فعلی که دولت درگیر مشکلات اقتصادی شدیده، این افزایش سن بازنشستگی با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی انجام میشه. اما حقیقت اینه در شرایطی که این حجم بالا از جوانان بیکار رو داریم، افزایش سن بازنشستگی به معنای تداوم نرخ بیکاری جوانانه.
در همین راستا مازیار لرستانی بازیگر کشورمون تصویر محمد مخبر رو منتشر کرده که از قول اون نوشته شده بود اگر قانون و شرع اجازه میدادن بازنشستگان رو باید به دریا میریختیم تا این بار سنگین مالی از دوش دولت برداشته و از صرف امور کشور و جوانان میشد. همونطور که میدونیم و میبینیم بازنشستگان فقط مصرف کنندن و اونچه که از حقوق پاداش، حق مسکن و سایر مزایا بوده پیشتر گرفته و به زندگیشون زدن. عاقلانه و منطقی نیست که سرمایه های مملکت صرف این گروه بشه. مازیار لرستانی هم در پاسخ نوشته این فرد بیشک خودش هرگز زحمتی نکشیده که از ماهیانش سهم بازنشستگی کم بشه و معتقدم بی‌بوته‌تر از اونه که پدر یا مادری بازنشسته به خود دیده باشه. متاسفم که چنین نالایقان تریبون در اختیار برای مردم تصمیم میگیرند. هرچند سخنان مخبر از جانب دولت تکذیب شد اما دقیقاً مشخص نیست که این صحبت‌ها رو واقعاً بیان کرده ابتدا و بعد پشیمون شده و تکذیب کرده یا از همون ابتدا این ماجرا کذب بوده. کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول نوشت بنابر مأموریت رئیس جمهور، معاون اول در جلساتی با حضور مسئولان زیربط و نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های بازنشستگی، حرف‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان را شنیده و همواره بر رفع آنها تأکید کردند. ایشون در تمامی جلسات رسمی و غیر رسمی جز در حمایت از این قشر آبرومند و محترم سخنی نگفته. بنابر این سناریو سازی و اظهار نظرهای ساختگی و دروغی که در فضای مجازی به ایشون منسوب شده به هیچ عنوان صحت نداره و تکذیب میشه. لازم به تأکید در آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص بازنشستگان محترم برگزار شده، جبران مابه و تفاوت عدد مصوب دولت با میزان افزایش مورد نظر بازنشستگان به عنوان متناسب سازی حقوق از سوی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید. همچنین کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول در حساب کاربریش در توییتر نوشت تابستان گذشته وزارت اطلاعات عامل انتصاب یک خبر دروغ به معاون اول رئیس جمهور درباره بازنشستگان رو دستگیر کرد. وی در اعترافاتش از هدایت و نقش گروهک منافقین در انتشار این خبر ساختگی علیه مخبر پرده برداشت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.